با افزایش نارامی ها در سودان منابع مخالف سودانی از درگیری های خونین میان نیروهای امنیتی و مخالفان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز مخالفان سودانی با اعلام کشته شدن 60 تن در درگیری های روز چهارشنبه در مناطق مختلف سودان مسئولان امنیتی این شهر را تهدید کردند که در صورت تداوم سرکوب ها شرایط را برای دولت سخت خواهند کرد. به گفته شاهدان عینی مخالفان سودانی در شدیدترین موج اعتراضات خود علیه حکومت در یک سال اخیر در شهرهای بزرگ این کشور از جمله خارتوم پایتخت دست به تظاهرات زدند و ماشینها و پمپهای بنزین را به آتش کشیدند گفته می شود در این ناآرامی ها بیش از 300 نفر زخمی شدند مخالفان که بیشترشان را دانشجویان سودانی تشکیل میدادند در حالی که شعار آزادی آزادی و مردم سرنگونی رژیم را میخواهند سر میدادند به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند و در مقابل پلیس نیز به سمت آنها گاز اشکاور پرتاب کرد منابع مختلف میگویند نیروهای دولتی برای رویارویی با مخالفان از گلوله های جنگی استفاده میکنند به دلیل شدت درگیری ها مغازه ها و واحد های تجاری پایتخت سودان بسته و مدارس این شهر تا پایان ماه جاری تعطیل اعلام شده است. طبق گفته کاربران اینترنتی اینترنت پایتخت قطع شد اما مشخص نیست این قطع به دلیل تعطیلی ها و شرایط ویژه پایتخت است یا یک اقدام ماهرانه از سوی مسئولان حکومتی بوده است. شاهدان عینی در شهر خارتوم همچنین به خبرگزاری ها گفتند که روز چهارشنبه شش دستگاه خودرو توسط مخالفان خشمگین سودانی با آتش کشیده شده و پلیس نیز در ظهر روز چهارشنبه بخشی از مسیرهای منتهی به فرودگاه را بست و رفت آمد و وسایل حمل و نقل عمومی را متوقف کرد در همین حال کمال عمر دبیر سیاسی حزب مردمی مخالفان سودانی با اعلام کشته شدن 60 تن در درگیری های روز چهارشنبه گفت این افراد به صورت خودجوش و بدون جهدهی هیچ حزب سیاسی به خیابان ها آمدن. این در حالی است که احمد بلال وزیر اطلاع سودان گفت نیروهای امنیتی سودان با وجود حمله های متعدد مخالفان با خیشتنداری با آنها مدارا کردند. وی با اشاره به اینکه برخی از تظاهر کنندگان با خود سلاح هم می کنند افزود آنچه الان در سودان رخ می دهد یک هرج و مرج بی سابقه است سفارت آمریکا در خارتوم نیز در بیانیه‌ای که به زبان عربی منتشر کرده است خواستار آرامش شده است این بیانیه میگوید از همه طرفین میخواهیم که به زور متوسل نشوند و به آزادی های مدنی و حق تجمع مسالمت احترام بگذارند تظاهرات در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت این کشور در ابتدا با مشارکت دانشجویان برگزار شد اما بر اساس گزارش ها سایر اخشار هم در حال پیوستن به آن هستند رویترز نوشته که به پلیس سودان دستور داده شده است تا هرچه زودتر به تظاهرات و نارامی ها پایان دهد. تظاهرات معترضان به سیاست های ریاضتی دولت سودان از روز 16 ژوئن آغاز شد. در آن زمان دولت سودان تصمیم گرفت به دنبال کاهش شدید درآمدهای نفتی و برای مقابله با بحران اقتصادی کشور سیاست های ریاضتی اعلام کند. سودان کشوری با اقتصاد نفتی بود و درآمدهای نفتی اش رو به رشد بود تا اینکه سودان جنوبی از این کشور جدا شد و 75 درصد از منابع نفتی سودان را گرفت. سیاستمداران و از جمله عمر بشیر رئیس جمهور سودان از سیاستهای ریاضتی حمایت کردند و گفتند در غیر این صورت فروپاشی اقتصادی در انتظار این کشور است.